سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور سعد من باشید. خوش آمدید به کانال هادی اس اچ. برگشتیم دوباره با یک ویدیو ناو. امروز قرار ریاکشن بریم روی موزیک اوجی که دیسپک به مصطفی میری هستش. بالاخره دیسپک زرتشت آمد. خلاصه بریم ببینیم که زرتشت چیکار کرده. محمد تونه از لایوی استفاده کرده که بعد از موزیک افراز این لایو گرفته شده و همون موقع فکر کنم بیشتر مصطفی بابت داستان افراز که چرا قوم پرستی کرده، حالا نمیفهمم واسه قوم پرستیش ناراحت بود یا اینکه کلا به خاطر دوباره بهش دیست دادن ناراحت بود و اونجی برای فکر کنم سیال میگه محمد تونه حالا نمیدونم منظورش چیه واقعا. خلاصه کاش که این تیکر رو نمی آورد. حالا من میدونم قصد زرتوش یک ویدیوی فان است که از مصطفی میری گرفته شده و میخواد پخش کنه، ولی خیلی ها ایرا روی بیف افراز میبینه و از اون طرف هم افراز به خاطر حواشی که الان داره به خصوص خیلی ها میگن نجات پرسته و از طرف دیگه هم همیشه میگفتن که مثلا زرتشت هم پشت افراز هستش و از این حرفا. بعد این ویدیو رو هم گذاشته یک ذره شاید مخاطبین اشتباه برداشت کنم. حالا من قصد و غرض زرتوش نمیدونم، ولی احساس میکنم فقط به خاطر فان بودن این کلیپ ایرا گذاشتن. طبیف بایی چیچ گوید رفت زیاد داشت داتو ازت سرت پیشش خم بود نه خیره ما دارم کادو برد. میگه توی بیف علی ای تی اچ کم آوردی و باش بیف نکردی چون ازت آتو زیاد داره، اما خیر است ما برد یک چند تا کادو دارم. اوکی اوچی گونه خوبی شده جد خواهی مال رف فارس در یک چنی برو داریک بته چپ و راست ویدیو بعدی کلا بزن کده ماست نام و نشانه تم سخت سری کری ماست. در حال دیگه الان مصطفی میری با بچه رپ فارس دو سه تا میتونم بگم همکاری داشتم. حالا ما با همکاریاش اصلا مخالف نیستم، ولی خب دیگه یک تمریه که از این به بعد توی بیفا به خصوص آرتیستا برای مصطفی میری 100% استفاده میکنه که دیگه تو خایمال رپ فارسی و به خاطر اینکه با رپرای فارسی همکاری کردی ریاکشنی برو داریک بت چپ راست ویدیو بعدی کلا بزن کده ماست نام و نشانت هم سخت سری کریم ماست. گایدم جیمی که شایش تو باشی من تو را کده نان آشتش تا با چی زدم تو کریر همه شباشی عروست میکنم بشوی نباشی. اوکی طرفدارای مصطفی رو که میدونین همه برش میگن شاه و از این ورم زرتوش میگه این رپی که شایش تو باشی را ما دیگه خودتان شنیدین. گایدو دیرم از زیر خشتک آزادی دوتان دارم نام از غیر خانه بچه تا چاردی نمیخوندی بهتر بود میمادی حال کنی ما بابی ریاکشن دکار من بیشتر داره از کارت بازی. میگه ریاکشن کار من بازیدش بیشتر از موزیکای تو. نمیتونم بگم فکت است چون میدانم که موزیکای مصطفی ویو کم نمیخوره، بعد این ورم البته ریاکشن های کم خوب است، فکر میکنم 10,000 تا 12,000 حالا کم و زیاد داره، ولی یک همچین چیزهایی بازدید میخوره از زرتشت. ولی خب به حال میتونه جای پانچلاین استفاده کنه دیگه. بزنم نمیخوندی بهتر بود میمادی حال کنی ما بابی ریاکشن تا کار من بیشتر داره از کارت بازی تو از ورمی نمیره تا باقی را باد دست تسکونه تیرش باقی تا باد سه چی شد؟ من بیشتر داره از کارت بازی تو از ورمی نمیره تا باقی را باد دست تسکونه تیرش باقی تا باد سه سرطا علتی کنی را سیکو پشیمانه بچه جتا آقای تن. یک چیز بگم برای فست خواندن، خب یکی از مهمترین چیزای فست خواندن اینه که یک جوری فست بخونی که طرف مقابل بفهمه، میدونید کسی که موزیک گوش میکنه براش واضح باشه. او زمان او فست خواندنه خیلی امتیاز بالاتری داره تا این مدلی که الان زرتشت میخونه، چون یک جوری داره فست میخونه که متوجه دقیق آدم نمیشه هر چقدر آدم تلاش کنه. چی کارشه بلده بی بی گاید سرکه دعوت دادن اونه نیست کنی کار تو غلطه گوید میره بعد چش فقط بکنم پتا که یک رقم میگایم اتشاوی. اوکی اینجا شده دوست داشتم ای که بیت برداشتن و بدون بیت یک تیکه رپ کرد، جالب بود. تو غلطه گوید میره بعد چش فقط بکنم پتا که تو بلده بی بی گاید سرکه دعوت دادن اونه نیست کنی کار تو غلطه گوید میره بعد چش فقط بکنم پتا که یک رقم میگایم اتشاوی بچه شک سر عامله من مدونه ماما کنا ماما کنا
اوکی بیت پرودوسرش هم بال بده تیکش کار از کار از صدای خود مصطفی میری استفاده کردن. می خاک جرمن دیون اون زدی چرس تو قتلنت ناو زیاد دست همین روزا میشه هست تو میگه اگر تالنت جدید زیاده اینا الان اومده و کم کم دیگه تو فیت میشه و گم میشه دیگه کسی تو رو گوش نمیکنه. سن خیر دوست و مداری امی رنگ موی بس کو یک جون تام خیر تا از ما در موی مصطفی میری هم خیلی گیر میدن و علی ای تی اچ هم در موی مصطفی میری گیر داد و گفت مگه کونی هستی که موی تا رنگ میکنی؟ اینجا هم مگه سن مگه سن خیر دوست و مداری یعنی مگه سنت کلان است مویت رنگ نکو. خود ای پانچلاین قوی نبود ولی به حال پانچلاین دیگه. حالا شما میتونید نظرتون رو شما بگیم. یک جون تام خیرات از ما زار کو بچش کش کو اوجی کش تا پاکت چو باش ساکت نه فاکت زدون داد تو پاک در نامت تو نر کنی کنه خود شور بتی کجاست بنز و لامبورگینی خواندن نای سینه سوز بتی چند گرم جای که دیده داخل بینی تو همون لاوده که تون در ساختت میای رنگی دختر ساختت دبیوت بان رنگ این کمان یک. اگر داستانه رو من درست براتون تعریف کنم یعنی اشتباه نکنم چیزی که الان تای ذهن من هسته که قبلنا چون این داستان برمیگرده برای 8-9 سال 10 سال پیش من خودم اون زمان 13-14 ساله تازه توی هیپ هاپ اومده بودم اولین کارهایم بود. فکر میکنم اون زمان مصطفی میری توی یکی از همین حالت رپ بتل یا چجوری بگم همین استعداد یابی بودی جای مصطفی میری رفت خوب خوان بعد یک فیت با مرتضی تندر داد و اون زمان مثلا هر کسی با مرتضی تندر فیت میداد دیگه کولی بود برای خودش دیگه فلانی با مصطفی تندر مثلا فیت دادن. یک دفعه دیدی اوجی چون تصافتت زدنی کجاستی تو را چی زدن با فدایی بدن لکندت زیر چپن میری کنه شماره یک ای وطن دم فل قماندان ها مکدیتن یک رقم قایمت شوی بچه شک سر آمله من مکنم من مکنم من مکنم من مکنم من برون زبان چتیته سر دختر صدا کدی رفیقه ازت میرسه فقط بار منفی اوجی فاجه عمیقه. یگان میدونی یگان گپا را کامل نمیزنه شاید فقط در یک جور ریفرنس میده یا یک جوری میخواه فقط در خود مصطفی برسانه که مراقب باش ادامه نده ای بیفار که مثلا من این موضوعات باز میکنم. برای همین یک ذره گرفتنش برای من خدایی سخت است. حالا شاید برای بقیه هم همون قصد سخت باشه. حالا اگه کسی که از داستان خبر داشته باشه بتونه مثلا ای پانچ لاین ها رو مثلا برای شما توضیح بده. در صدا کدی رفیقه ازت میرسه فقط بار منفی او جی فاجه عمیقه تو که خواهی مال بیسه تو به منی یایی در پشت ویو از جرمنی یایی کتاف کده پشت ویو از جرمنی یایی یک دانه پانچ دیگه کی زده بود که خاک جرمنی چیه کونی پروره مصطفی دن سرویس زده بود و اوکی یه مزید بر 500 که تو دنبال بازدید از طرف هم جرمنی هایی اوکی کش برت بره فیت توفت کنه بچه شهر نگیالی تتوانت فقط از خرکاری صندوقی داییم که سر پایی چی زدی خودت از شا گرفتی ساقی داده جای چرس ترکاری سمندون بچهش قندت بخو پودری شدی که باز از اون طرف زرتشت لقب مانده برای مصطفی میری سمندون توی چند تا از استوریاش هم دیده بودم شا گرفتی ساقی داده جای چرس ترکاری سمن ای دهن سرویس مصطفی میری یک دانه از این ویپ ها داشت میکشید و یک جا دوربین آمد این ویپ اینجوری برداشت کشید مصطفی میری ویدیو رو سعی کنید اینجوری مسخره میکنم زرد اندوقی داییم که سر پایی چی زدی خودت از شا گرفتی ساقی داده جای چست ترکاری سمندون بچش قندتا بخور پودری شدی که می غمتا بخور زن شک داییم که پیس دار میتونم همین یالی خرجتا به تو هر سال آویزان از یک نام سگواری میگیری تو پاچه چی رقم میگایی قلندره کیری تو خواستی خواجه تنفر ازش مصطفی میری رو میگه تو که چجوری میخوای بگایی تو خواجه ای شی تو پاچه چی رقم میگایی قلندره کیری تو خواستی خواجه تنفر ازش میای عزیز مخو مفهمم دوستم داری روان کو همو آدرسته آجل کده بیایم خواستگاری بچش گزینه ای آپدیت نداره سیستم عاملت آمه بخشی همیاره تو رو سیستم کدم افتخار آجی خود ساخته بودنش هست افتخار تو چی؟ چطلی بد زبانی ای 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 تا ویدیو اینستاگرام که لایف میایی بچش فیک میزنی و با فیلتر
Yes sir. Shit. من یک جای دیگه هم همی دیده بودم. کدام کانال بود؟ اسم کانال ها رو یادم نمیه. یک اسکرین‌شات از لایو مصطفی میری گذاشته بود که اگه الان ممبرای فیک، حالا شاید خودش نزده باشه چون فکر می‌کنم کسای دیگه هم بتونه برش بزنه، به هر حال یه هم منظورش ده او لایو بوده. خلاصه یه هم از ریاکشن در موزیک زرتشت. دوستا شما هم نظراتتون رو بنویسین، بگین که از نظر شما کدام ترک بهتر بود. خلاصه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تو یک برنامه دیگه شب همگی بخیر، فعلا چاو.